بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأراضين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله شما برادران وخواهران گرامی را و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم. ایام و لیالیش پربرکتی را پشت سر گذراندیم و روز بزرگی را که روز قدیر است در پیش داریم. به همین مناسبت من سعی کردم در خطبه اول اشاره ای کنم به این امر، اون چه که در ثواب اعمال انسان مؤثر است سه عنصر است که قیمت عمل را بالا می برد: یکی مکان، دیگری زمان و سومی عقل عبادت کننده. اما در مورد زمان این جمله رو عرض می کنم: ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. خداوند نسیم های رحمتی در زندگی انسان می وزد و رحمت الهی را همراه دارد. این نسیم رحمت کی است؟ می فرماد الا فتعرضوا لها. خودتون رو در معرض این نسیم رحمت قرار دهید. نسیم رحمت دائمی نیست. از این جمله استفاده می شود گاه گاه نسیم رحمت می وزد. در شب جمعه نسیم رحمت می وزد، به ویژه سحر شب جمعه که در چون شب می گوییم لک فی هذا اللیل نفحات و جوائز و عطایا و مواهب. خدایا در این شب که شب جمعه هست رحمت تو متوجه بندگانت هست، جوائزی به بندگانت میدهی، عطیه هایی میدهی، هبه هایی میدهی، من رو هم بهرمند کن. وقتی که آماده میشویم برای نماز جمعه دعای کوتاهی رو میخونیم که یک فرازش این است که خدایا من به این امید دارم به طرف نماز جمعه میروم، رجا رفضک، به امید این که تو از من پذیرایی کنی و من مهمان تو باشم، و جوائزک، به امید این که جوائزی که در امروز به نمازگزاران جمعه میدهی به من هم عنایت بکنی، و مواهب، هدیه هایی در امروز
به نمازگزاران میدهی، تمنو به علا من تشاء من عبادک. بعدن میگوییم مفصلتر رجاء رفدک و جوائدک و نوافلک و فواضلک و فضائلک و عطایاک. در این روز این عطیه ها، این جوائد، این نعم بزرگ، این الطاف کبیره نصیب نمازگزاران جمعه می شود. خدایا به من هم بده. در روز عید هم همین جمله رو می خونیم، عید فطر و اضحی، وقتی که به نماز می خوام بریم. در نماز هم چه می گوییم؟ درخواستی که از خداوند داریم اینه: ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا مآل محمد. درخواست میکنیم خدایا هر اون چرا که به پیغمبر اکرم از خوبی ها و به آل او عنایت کردی به من هم عنایت کن. مرا در هر سعادتی که اونها وارد شده اند وارد بفرما. تمام اینها نسیم های رحمته. در دهه اول ذی‌الحجه، این دهه مناجاتی است که خداوند با موسی بن عمران کرد، 10 روز تمدید کرد، اتممناها به 10. نمیدونیم چقدر موفق شدیم از این روزهای بزرگ استفاده کنیم، که اینها ایام معلومات بود. وذکر الله فی ایام معلومات. و احتمالاً اون لیالی عشری که در قرآن آمده و الفجر و لیال عشر، احتمالاً همین 10 شب بود، 10 شب اول ماه ذی‌الحجه که بر ما گذشت. خب حالا مسئله این است که آیا چقدر استفاده کردیم؟ نمیدونم. شب عرفه‌ای که در روایت است اگر کسی به عبادت مشغول باشد اجر 170 سال عبادت رو دارد، آیا چقدر قدردانی کردیم؟ نمیدونم. خب حالا این رو گفتم برای این بود که بدانید هم زمان اثر میگذاره روی عبادت، ارزش عبادت رو بالا میبرد، و هم مکان. حالا نکته ای رو عرض کنم اینه که اگر موفق به بهره برداری در این دهه نشدیم یا کم موفق بودیم، اما بسم الله عید قدیر در پیش است، قدردان عید قدیر باشیم. حضرت رضا فرمود خداوند در روز قدیر آزاد می کند از آتش جهنم 2 برابر اون چه در ماه رمضان و شب قدر و شب عید فطر آزاد کرده است. قدر بدونیم انشاءالله روز قدیر رو. دستور هست شیعان رو خوشحال کنید، مخصوصا فقراء رو، خیشابندانی اگر فقیر هستند اونها رو خوشحال کنید. 1 درهم صدقه در روز قدیر مساوی است با 1000 درهم در روزهای دیگر. امیرالمؤمنین فرمود اگر کسی افطاری دهد در روز قدیر مساوی است با اطعام 10 فعام. کسی پرسید فعام چقدره؟ حضرت فرمود 100,000 پیغمبر و صدیق و شهید. این به دلیل ارزش روز هست. مسئولین مردم رو خوشحال کنند، مخصوصا دستور عقد اخوت بسته شده، بیایید همه در روز قدیر با هم برادر باشیم، عقد برادری ببندیم،
مسئولین عقد اخوت با مردم ببندن، در گرفتاری های اونها بکوشند گرفتاری ها رو برطرف کنند، در غم اونها سهیم و شریک باشند. بله، ولایت اون چه ارزش داده، ولایت است که اگر مردم و مسلمین متمسک به ولایت باشند، دشمن، کفار، بیگانگان هیچ غلطی نمیتونن بکنن. الیوم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. و در دوران غیبت که دسترسی به امام معصوم نداریم، تمسک به ولایت یعنی تمسک به ولی فقیه که در رأس حکومت اسلامی است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح والهجة القائمة. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. باز مجددا شما اعزا را به تقوا سفارش می کنم به خودم را. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوا الله. روز سه‌شنبه که بر ما گذشت، روز شهادت سفیر ابی عبدالله الحسین حضرت مسلم ابن عقیل بود. یه جمله از این بزرگوار بگویم. اولا عرض کنم اون چه بر حضرت مسلم اتفاق افتاد و در شهر کوفه رخ داد از عجایب بود. باید این جریان مورد دقت قرار بگیرد، بررسی شود و برای ما درس باشد. وقتی حضرت مسلم به کوفه وارد شد و نامه امام حسین رو بر مردم خوند، 18,000 نفر با حضرتش بیعت کردند. شهر کوفه اصلا در اختیار حضرت مسلم بود.
نعمان ابن بشیری که از طرف یزید حاکم کوفه بود در زمان حضرت مسلم هیچ کاره بود، گوشه قصرش منزوی بود. حضرت مسلم به مسجد کوفه می آمد، نماز می خوند. شهر کوفه در اختیار حضرت مسلم بود، اما چند روز گذشت همین حضرت مسلم نماز مغرب رو که در مسجد کوفه خوند، وقتی از در مسجد بیرون آمد یک نفر همراهش نبود. این یعنی چی؟ چه ترفندی دشمن به کار میبرد که یک دفعه این جمعیت عظیم را از حضرت مسلم میگیرد؟ این درسه. من نمیخوام و نمیتونم در این وقت تنگ وارد این داستان شگفت‌آور حزن‌آور شوم، نمیتونم که وقتی از در مسجد بیرون آمد شب عرفه، خانه‌ای که حضرت نداشت، مهمان مردم کوفه بود، متحیر بود کجا بره؟ کجا بره؟ که رفت جایی یه مقدار مکس کرد، پهلوی منزلی صاحب منزل بیرون آمد، حضرت فرمود آبی به من بده، آبی داد، برگشت دید حضرت نشستن. آقا برو منزلت، شهر آشوبه. فرمود من منزلی ندارم، من غریبم در این شهر، کجا برم؟ زن عرض کرد آقا شما کی هستید؟ فرمود من مسلم ابن عقیلم. عجب، مسلم ابن عقیلی که 18,000 نفر باش بیعت کردند شما هستید؟ بله. همه راحت کردند؟ بله. این بررسی بشه. چی شد؟ چی شد این اتفاق افتاد؟ عرض کردم تحلیل این مسئله وقت زیاد میخواد، من فقط به یکی دو نکتهش اشاره میکنم. یکی از عوامل این بود که دشمن نفوذ کرد در یاران حضرت مسلم، نفوذ کرد. ابن زیاد غلامشو مأمور کرد، گفت برو خودتو جا بزن در بین اصحاب حضرت مسلم و برو در جمعشون خبرها رو برا من بیار. غلام آمد مسجد کوفه، هی نماز میخوند، رکوع میکرد، سجده میرفت، ناله میزد، گریه میکرد. اینایی که رد میشدن گفتن این چه آدم خوبیه، کم نظیره، این خود ندیدیم آدمی اینجور ناله بزنه. مسلم ابن اوسجیب یواشکی به اطرافش گفت که اگر کسی میخواد با حضرت مسلم بیعت کنه بسم الله من راهنماییش میکنم. این نامرد فهمید، دوید نزد حضرت مسلم ابن اوسجیب، شروع کرد گریه کردن، گفت من عاشق مسلمم، من عاشق حسینم، من دلباخته حسینم، مبلغ زیادی آوردم به حسین ابن علی و حضرت مسلم کمک کنم، دست منو بگیر به حضرت مسلم برسون. مسلم ابن اوسجی شروع کرد اونو قسم دادن، گفت اوضاع خطرناکه، به هیچ کس نمیگی؟ گفت ابدا. دست این نامرد رو گرفت برد پهلوی حضرت مسلم تو خانه هانی. اتفاق افتاد آنچه اتفاق افتاد. این نامرد میرفت در جلسات اول وقت مینشست، تا آخر وقت شرکت میکرد، بلند میشد، تمام جریانات رو به ابن زیاد میگفت، چه اتفاق افتاده، چه تصمیمی افتاده، کیا بودن، چی بودن، چی گفتن.
عامل نفوذی، نفوذ دشمن بر انقلاب. فریاد رهبر بلند بود از نفوذ، خطر نفوذ. بحث های مفصلی مقام معظم رهبری در این زمینه داشتن. نفوذ به دو شکله، گاهیست یه آدمی رو دشمن مأموریت میده نفوذ کنه، قیافه رو عوض میکنه، قیافه حزب اللهی میشه. نوع دوم هم نفوذ در فکر مسئولین. در حادثه کربلا نفوذ دوم هم اتفاق افتاد. این جمع عظیمی که آمده بودند اطراف حضرت مسلم و عصر، عرض کنم که هشتم ذی‌الحجه، قصر رو محاصره کردن، داستان مفصله. یه دفعه پسر زیاد افرادی رو فرستاد توی این مردم، دلشون رو خالی کرد. گفت چرا، چی کار میکنید؟ امروز مسلم رو نبینید، فردا لشکر عظیم یزید از شام به راه میفته، میاد به شهر شما، پدرتون رو میسوزه، پراکنده بشید. ترسیدن، پراکنده شدن، ترسیدن، تمام شد. آقا چقدر امام داد بزند از آمریکا نترسید، چقدر رهبر داد بزند، چقدر امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نترسید، بیایید به میدون. مردم خداوند موفقتون بداره انشاءالله. همینطوره نشون دادید که اهل کفر نیستید، خداوند شما رو یاری کنه انشاءالله. مردم صدای مسلسل شاه رو میشنیدن، جنازه هایی که شاه کشته بود میدیدن، روی دستشون بود، اما ایستاده بودن، ایستادن. و امام فرمود شاه رفتنیست، نگران نباشید. یعنی چی؟ یعنی خدا با شماست. اون گروهی که خدا باش باشید، این گروه پیروزه. دشمن شما سلاح داره، امکانات داره، خدا رو نداره، لذا شکست میخوره، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. امام فرمود شاه رفتنی هست. مقام معظم رهبری همین چند روز قبل راجع به این که آیا آمریکا میتونه با ما بجنگه، چه بیانات زیبایی ایراد فرمودن. فرمودن نمیتونه، یعنی به اینهایی که از آمریکا وحشت دارن، مقام معظم رهبری به اینها میخواد تفهیم کنه، نمیتونه آمریکا با شما با ما بجنگه، نمیتونه. نه از اون جهت که نمیجنگی که دلش برا ما سوخته، نه، اگر میتونست با جنگ کاری رو از پیش ببره میجنگید، نمیتونه. من قسمتی از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری رو براتون میخونم. این در رابطه با همین مسئله نفوذ دشمنه که پسر زیاد مردم رو از لشکر یزید ترسوند. شهر کوفه که در اختیار حضرت مسلم بود برگردوند، همه رو برگردوند. نفوذ فکری،
یکی از خطرات بزرگ همین نفوذ دشمنه، گاهی به صورت انسان، گاهی به صورت یک باور و فکر. مقام معظم رهبری فرمودن که جنگی رخ نخواهد داد، ترامپ از هزینه کردن 7,000 میلیارد دلارش در منطقه به شدت ناراحت و عصبانی است، چون میبینه هیچ غلطی نتونسته بکنه، چیزی عائدش نشده. هزینه موندن در کردستان سوریه را از عربستان گرفت و قصد دارد از اعراب هم هزینه امنیتشون در مقابل ایران رو بگیرد. آمریکا جرأت جنگ با ایران رو نداره، نگران از امنیت صهیونیست هاست. اونها خوب میدونن که در روز حادثه از دور و نزدیک چه به سرشون می آید. ایران موشک حزب الله و حماس و 10,000 نیروی چند ملیتی مستقر در سوریه تلابیب را با خاک یکسان خواهد کرد. ایران امروز، ایشون فرمودن، ایران امروز بیخ گوش اسرائیل رسیده. کوچکترین حماقت چه از سوی اسرائیل و چه از سوی آمریکا عواقب خطرناکی برای آنها خواهد داشت و آنها را سخت پشیمان خواهد کرد. از طرف دیگر قدرت بازدارندگی ایران، یعنی همان موشک‌هایی که در پی از کار انداختن آنها هستند، عامل بسیار مهمی است که جرأت جنگ را از آنان می‌گیرد. فرمودند آمریکایی‌ها به خوبی از این قدرت بزرگ ما مطلع‌اند و می‌دانند دوران بزن و دررو گذشت. به خوبی از نفوذ منطقه‌ای ایران و ارتباطش با ملت‌ها و دولت‌ها مطلع هستند. 10,000 نیروی نظامی آمریکا امروز در افغانستان، عراق، سوریه و کشورهای حاشیه خلیج فارس در تیررس موشک‌های ایران هستند. انشاءالله موفق باشید. احسنتم. منطقه خاورمیانه منبع انرژی جهان به حساب میاد. اینها نگرانند شاید به نوعی پای کل جهان به این ماجرا کشیده شود و جنگ جهانی به راه افتد و قدم گذاشتن در آن همون نتیجه ای را که جنگ جهانی اول برای امپراتوری عثمانی و جنگ جهانی دوم برای آمریکا، ژاپن، انگلیس، فرانسه داشت، که ابرقدرت شروع کننده جنگ نابود شد، همان سرنوشت را آمریکا داشته باشد. مگر کورند؟ تولید نخستین هواپیمای بومی جنگنده پیشرفته مجهز به کنترل آتش پیشرفته
بومی نسل چهار با نام مبارک کوثر را به دست نیروهای قدرتمند نمی بینند و بالاخره در یک مقطع مقام معظم رهبری در رابطه با مذاکره با آمریکا تحلیل بسیار زیبایی کرد. ایشون فرمودن که مذاکره برای چی؟ هنوزم میخوایم آمریکا رو امتحان بکنیم؟ هنوزم میخواییم بفهمیم آیا آمریکا اگر در مذاکره بعده ایداد عمل میکند؟ همه فهمیدند که او دروغ میگه. برنامه مذاکره با آمریکا خلاصه کردند در دو کلمه: آمریکا اصرار داره مذاکره بشه، اما در مذاکره طبعا یه تعهداتی باید ایران کنه، یه تعهداتی آمریکا بکنه. آمریکا به ایران میگه خب بسم الله، حالا شما به تعهداتتون عمل بکنید، به تعهدات عمل کنید. نقد میگیره، وقتی که تعهداتو گرفت، اون چرا که میخواست به دست آورد، اون وقتی نوبت خودش شد فرار میکنه و خارج میشه و پاره میکنه. آمریکا اینه. احسنتم احسنتم احسنتم. یک جمله هم به صورت یک پیشنهاد به مسئولین نظام دارم. به نظر خودم پیشنهاد مهمی هست. استدعا میکنم هم شما توجه کنید و هم مسئولین توجه کنند. آمریکا و غرب همواره با ضد انقلاب ها، سلطنت طلب ها، منافقین امیدوار شدن که میتونن با فشار اقتصادی بر مردم، بین مردم و حاکمیت جدایی بیاندازن. این امید در این جانیان پیدا شده. البته آنها کور خوندند. مردم مشکلات رو تحمل می کنند و دست از انقلابشون بر نمی دارند. اما بالاخره مسئولان چی؟ مسئولان چه وظیفه دارند؟ اینجاست که من یک پیشنهاد دارم که انشاءالله مورد توجه قرار بگیره. دقت بفرمایید. یکی از مسائل مهم کشور ایجاد یک پل ارتباطی دائمی و سهل الوصول بین مردم و مسئولین است. تا مسئولین به صورت لحظه‌ای از مشکلات و خواسته های مردم با خبر باشند. پیشنهاد بنده این است که رؤسای قوه مجریه، قضائیه و مقننه و همچنین وزرا، استنداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسای ادارات مالیات، اینها نمایندگانی، خوب دقت کنید، نمایندگانی تعیین کنند که در ساعاتی مشخص در جایی معین حضور پیدا کنند و سخنان و مسائل و مشکلات مردم را بشنوند و به آنها، یعنی نمایندگانشون، به خود اون آقایان منتقل کنند. محل ملاقات هم جایی باشد مثل مساجد که مردم بتوانند به راحتی و بدون مانع با آنها دیدار کنند
و نیازی به وقت گرفتن و این گونه مسائل هم نباشد، یعنی طوری برنامه ریزی شود که هر کس چه حرفی دارد، مشکلی دارد، بداند که حرفش بلا فاصله به شخص مسئول مورد نظر منتقل خواهد شد. من استدعا می کنم مسئولین محترم اگر این پیشنهاد رو میپسندن عملی کنن. من یادآوری می کنم به شما، امیرالمؤمنین در روزهای گرم تابستان در کوچه ها قدم می زد. یکی گفت آقا در این گرما چرا اینجا اومدید؟ فرمود آمدم که اگر کسی نیازی دارد مرو ببیند، مشکلی دارد مرو ببیند، بیاد مشکلشو به من بگه. ببینید این رویه امیرالمؤمنینه. که در این بین یه زنی آمد گفت یا علی به دادم برس. داستان نسبتاً مفصله. شاکی از شوهرش بود. حضرت فرمودند بریم. رفت در خانه، شوهر در رو باز کرد. امیرالمؤمنین فرمود این خانم تو شاکی است، میگه تو ظلم میکنی، ستم میکنی، صابخونه نمیشناخت. حضرت ره گفت به تو چه؟ چه ارتباطی به تو داره که در کار ما دخالت کنی؟ حضرت فرمودن توبه کن، توبه کن. افرادی که عبور میکردن به اون مرد گفتن این آقا امیرالمؤمنینه، افتاد به دست و پای حضرت، گفت آقا از این به بعد دیگه خاک راه همسرم خواهم شد. ببینید مشکل حل بشه. خداوند شما را یاری کند انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.